شاگرد من بشه. پس نه تنها در مسیح بمانم، میوه بیاورم، نه تنها کلیسا بیام، نه تنها کلام بدونم، بشارت بدم، خدمت بکنم. نتیجه خدمت من، بشارت من، میوه من، میوه من کجاست؟ هر کسی بدونه میوه کجاست؟ میوه شما چیه؟ اگر میبینید ایمان دارید، ماندید در مسیح، خدا رو شد. اما اگه میوه ندارید، امروز از خدا من بخواه که خدا تو رو برکت بده تا میوه داشته باشی. بله، همچنان که پدر من رو محبت نمود، من نیز شما رو محبت نمودم. آمین. در محبت من بمانید. آمین. اگر احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند، چنان که من احکام پدر خود را نگاه داشتم و در محبت او میمانم. آمین. این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. آمین. این است حکم من که یکدیگر را محبت نمایید همچنان که شما را محبت نمودم. آمین. کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم می کنم به جا آورید. آمین. پس این وفاداری باید داشته باشید. تو آیه 16 رو بخون. دیگر شما را بنده نمی خوانم زیرا که بنده آنچه که آقایش می کند نمی دانم. لیکن شما را دوست خواندم زیرا که هرچه از پدر شنیده هم به شما بیان کردم. شما مرا بر نگزیدید بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کنم. آمین. آمین. من شما را انتخاب کردم. شما وقتی وارد منزله یه نفر میشید دعوتتون کرده، خدا کی رو آماده کرده؟ شما دیگه نمیتونید به عنوان مهمونی که رفتید من اینو نمیخوام اینو درست میکردید، اون شما رو دعوت کرد. حالا یه موضوع ساده است، مسیح که من شما رو انتخاب کردم. پس اگر مسیح شما رو انتخاب کرده، بشه وفاده باشید، ازش بخواید نه تنها بمانید، میوه بیاورید، در انتها بود میوه شما بماند، میوه‌تون هم بمونه. کسی رو بشارت دادی؟ وارد کلیسا کرد، بعد از اون کلاس برش بودشت، تعمیلش داد، شما رو رهاش نکن، شما پیگیریش کن، کمکش کن. همه کار رو که نفر میتونه انجام بده، کار هممون هستش. میوه آوردی توی کلیسا، ولی میوه باید بمونه و نتیجه بده. فقط این نیست که من میگم من یک میوه رو وارد کلیسا کردم، پس بنابراین دیگه من تموم شد. باید این سه موضوع رو در نظر بگیریم: در مسیح بمانیم، میوه بیاوریم و میوه ما نیز بتواند بماند. و باز میخوام اشاره بکنم به موضوعی که اول آگاهیه به توسط کلام خدا، همونگونه که شما کلیسا میاید کلاس ها رو برید. برادر عزیزم امیر جان کلاس های روزای یک شنبه ساعت 12 هست، ایمانتون رو تربیت میکنه و این آگاهی به شما عشق میده، عشق به شما وفاداری رو میده. و در مسیر وفاداری شما اطمینان به رستگاری دارید، حتی تو امور زندگی تم یه فرمول درسته. وقتی آگاه میشی بهتر میتونی بمونی در اون چیزی که دوست داری، چون که این امید در دل تو خواهد بود. ولی وقتی آگاه نیستیم نمیدونی. میریم این بر میگم آخه میگم عیسی مسیح اینجوریه، نظر چیه؟ شما یه اصلا کشی اصلا به چیز میگه، خب هر که چیز میگه بریم اون برای که چیز میگه بریم اون برای که بابا این یکی از پیغمبر ها خبر نمیدی محمد هم پیغمبر ای بارا خب من هم دوست دارم پس اون چی شد؟ ولی هر کجا میبینی میپذیری این ایمان نیست، چون تغذیه درستی نشدی. پس آگاهی رو زیاد کنه، تعلیم رو بگیر تا این تعلیم در ما عمل کنه، تا تأثیرش باعث تبدیل ما بشه، عوض بشه. در همین این دروس رو خود من توی این سری به من داده که به شما عزیزا بدم، اول برای من مفیده و بعد برای شما که آگاه بشم چی میگم، چی میدونم از کلام خدا. من به مولا نصرالدین میگم مولا به نظر تو خورشید بهتری یا ما؟ میگه خب معلومه که ما. میگه چرا؟ میگه خب خورشید روز میاد که همه چیز روشن روشنه، ولی ما شب میاد که میتونه یه قسمت ها رو روشن کنه.